یک سلام گرم و صمیمی دیگه خدمت همه دوستان و خانواده عزیزم در کانال یوتیوب آموزش زبان انگلیسی با داستان کوتاه امروز هم در خدمتون هستم با یک داستان در سطح مبتدی امیدوارم تا انتهای ویدیو همراه من باشید همونطور که میدونید روال کار آموزشی کانال به این صورت است که من اول داستان رو براتون میخونم آهسته و شمرده براتون کلمه به کلمه ترجمهش میکنم اگر نکته گرامری و یا ساختاری مفید داشته باشه بهش اشاره میکنم قسمت دوم ویدیو کامل متن رو مجدد براتون با سرعت طبیعی میخونم به منظور تقویت لیسنینگتون و در نهایت هم کلمات جدیدش رو براتون خارج کردم در کنار هم دیگه اونها رو یک بار دیگه از نظر تلفظ و از نظر معنا بررسی میکنیم Nicole has a new set of drums. She likes playing the drums. She practices playing the drums all the time. Her parents tell her Nicole, we are happy that you like the drums. Nicole has a new set. New set Yani. نیکول دارد یک ست جدید of drums drums یعنی تبل درام یعنی تبل درامز تبل ها she likes playing اون دوست داره playing the drums وقتی که کلمه play با درام میاد به معنای بازی کردن نیست قطعا اینجا به معنای همون تبل زدن هست مثل وقتی ما میگیم play guitar یعنی گیتار زدن پس اون تبل زدن رو دوست داره she practices practice به معنای تمرین کردن اون تمرین میکنه playing the drums تبل زدن رو all the time All the time یعنی تمام مدت و در واقع معنای تحت لفظش میشه تمام ساعت ولی ما توی فارسی میگیم تمام مدت Her parents والدینش یعنی پدر و مادرش parents tell her بهش میگن نیکل we are happy نیکل ما خوشحال هستیم happy خوشحال that که you like the drums که تو تبله ها رو دوست داری but You can't play the drums all the time. There are other people in the apartment. There are other people in the building. There are other people in the neighborhood. But, Emma, you cannot to Nemituni play the drums. تبل بزنی all the time تمام مدت اینا رو که قبلا همه رو تقریبا کلماتش رو ترجمه کرده بودیم there are other people there are یعنی هستند other یعنی دیگه people هم که یعنی مردم یعنی افراد میخواد بگه آدمای های دیگه هم هستند in the apartment apartment یا همون آپارتمان پس میگه آدمای دیگه هم تو آپارتمان هستن There are other people in the building Building ساختمان در واقع میشه گفت مترادف آپارتمان میشه آدم های دیگه هم تو ساختمون هستن There are other people in the neighborhood Neighbor بدون داشتن در واقع کلمه هود به معنای همسایه میشه Neighbor. ولی وقتی که neighbor با hood با هم استفاده میشه ن به معنای محله میشه پس اینجا میگه آدمای دیگه هم تو محله هستند and they all want to sleep sometimes Nico listens to them she says she understands but she doesn't stop doing it. She practices playing the drum all the time. And they all و اونها همه all به معنای همه want میخواهند to sleep میخواهند که بخوابند sometimes بعضی وقتا و اونها همه بعضی وقتا میخوان بخوابند Nicole listens to them them یعنی آنها listens to یعنی گوش کردن به نیکول به اونا گوش میکنه به حرفشون گوش میکنه she says اون میگه she understands که اون میفهمه فهمه متوجه میشه یعنی در واقع میخواد بگه درک میکنه این قضیه رو understands but اما she doesn't stop doing it اما اون این کار رو متوقف نمیکنه یا از انجام دادنش دست بر نمی داره. She practices playing the drums. اون تبل زدن رو تمرین میکنه همونطوری که بهتون گفتم پرکتیس تمرین کردن all the time تمام مدت her parents complain her sister complains her neighbors complain even the cat complains okay okay nicole says i will be a good girl i will do it more quietly her parents valideinish complain yani shikayat mikonan her sister complains khaharash shikayat mikone دقت میکنید کامپلینز آخرش اون اس سوم شخص رو داده چون خواهرش یک نفر هست ولی توی همین خط پرنتس چون دو نفر هستن یعنی والدین پدر و مادر complain اس سوم شخص رو نگرفته ساده اومده The neighbors complain دقت, دقت کردید اینجا neighbor به معنای همون همسایه ها میشه همسایه ها شکایت میکنن ایون حتی the cat complains حتی گربه شکایت می کنه اوکی اوکی نیکل می گه باشه باشه I will be a good girl من دختر خوبی will be خواهم شد I will do it من انجام خواهم داد دو اینجا به معنای انجام دادن هست من انجام میدم یعنی در واقع میخواد بگه من تبل میزنم more quietly quietly آهسته در واقع یا همون آروم مور هم اینجا به معنای در واقع پسوند تر به معنای آهسته تر یا آروم تر میشه پس میگه I will do it more quietly من آروم تر میزنم But this doesn't help much. No one can work, no one can rest, and no one can sleep. One day, Nicole comes home and sees her parents and her sister in the living room. But, Emma, this in, آروم زدن تبل doesn't help much خیلی کمک نمیکنه. ماچ به معنای خیلی هلپ هم که همگی میدونید به معنای کمک است. پس میگه اما این کار خیلی کمک نمیکنه. No one هیچ کس can work هیچ کس نمیتونه کار کنه. در واقع وقتی که نو no توی جمله میاد جمله ما باید توی فارسی منفی ترجمه بشه مثلا اینجا کن به معنای تونستن هست ولی چون همراه با نو no اومده پس میشه نتوانستن هیچ کس نمیتونه کار کنه نو وان کن رست هیچ کس نمیتونه رست استراحت کنه and no one و هیچ کس can sleep و هیچ کس نمیتونه بخابه. One دی نیکول comes home. یک روز نیکول کامز میاد خونه هوم and sees و میبینه هر parents والدینش رو and her sister و خواهرش رو in the living room توی اتاق نشیمن یا توی اتاق پذیرایی She sees new things a guitar, a trumpet, and a piano. Nicole is very surprised. Wow, she says. What is this? Well, her father answers we see that we can't beat you, so we decided to join you. She sees new things. اون میبینه چیزهای جدیدی رو. New things, things به منعه چیزها. A guitar. یه گیتار. A trumpet. یه شیپور. And a piano. و یک پیانو. نیکول is very surprised. نیکول خیلی سپرایز شده. واو! Wow! وای she says اون میگه What's this؟ این چیه؟ یعنی میخواد بگه اینا چی هم در واقع What's this؟ Well خوب Her father answers پدرش جواب میده We see that ما میبینیم که We cannot beat you ما نمیتونیم تو رو شکست بدیم Beat به معنای شکست دادن یعنی در واقع میخواد بگه ما میبینیم که حریف تو نیستیم سو so, به خاطر همین we decide ما تصمیم میگیریم to join you که به تو بپیوندیم join به معنای پیوستن و همراه شدن هست decide هم که یعنی تصمیم گرفتن میگه پس ما تصمیم میگیریم که به تو بپیوندیم همراه تو باشیم اینجا قسمت دوم ویدیو هست قسمت لیسینینگ آموزشیمون توی این قسمت دوباره من داستان رو بدون ترجمه فارسی و تونتر براتون میخونم هم میتونید لیسینینگتون رو تقویت کنید هم اگر روی قسمت اول ویدیو خوب تمرین کنید میتونید اینجاها با گوش دادن به داستان خودتون رو به چالش بکشید ببینید چقدر کلمات رو متوجه میشید چقدر از ساختارهای داستان رو درک کردید پس این بخش خیلی has Pishnat دستش ندید. Nicole has a new set of drums. She likes playing the drums. She practices playing the drums all the time. Her parents tell her, Nicole, we are happy that you like the drums. But you can't play the drums all the time. There are other people in the apartment. There are other people in the building. There are other people in the neighborhood and they all want to sleep sometimes. Nicole listens to them. She says she understands, but she doesn't stop doing it. She practices playing the drums all the time. Her parents complain, her sister complains. The neighbors complain. Even the cat complains. Okay, okay. Nicole says, I will be a good girl. I will do it more quietly. But this doesn't help much. No one can work, no one can rest, and no one can sleep. One day, Nicole comes home and sees her parents and her sister in the living room. She sees new things a guitar, a trumpet, and a piano. Nicole is very surprised. Wow, she says. What is this? Well her par her father answers. We see that we can't beat you, so we decided خب عزیزان بریم سراغ کلمات جدید و مفید این داستان. drum drum یعنی تبل practice practice تمرین کردن parents parents والدین other people افراد دیگر اشخاص دیگر other people building building ساختمان neighborhood محله neighborhood complain complain شکایت کردن even even حتی quietly quietly به آرومی rest rest استراحت کردن living room اتاق نشیمن ممنون از توجهتون خوشحالم که تا اینجا همراه من بودید یادتون نره که باید داستان رو چندین و چند بار گوش کنید و تمرین کنید تا بتونید به ساختارها کلمات جدیدش و نکاتی که در داستان براتون بود خوب مسلط بشید پس به امید دیدار شما در داستانهای بعدی